مردم عزیز، سلام و درود بر شما. اگر یادتان باشه، اخیرا زلمه خلیلزاد در گفتگو با بی بی سی گفت که ما آل علاقه دارم که ماموریت بعدی ما ایران باشه. در ایران حال میبینیم که یک قسم بوی خلیلزاد احساس میشه. در کجا؟ در زاهدان ایران، در سخنان غیرعادی مولوی عبدالحمید، مولوی عبدالحمید رهبر طالبای ایرانی که بسیار سر حکومت مرکزی ایران قهر بود. خب اول آخر خلیلزاد هدفش بود که افغانستان کارش تمام شد، به شکلی حال نوبت ایران است. دمو زمان وقتی که طالبا به قدرت رسیدن، پیش از او عبدالحمید زایدانی به خاطر پایان کار نظام به نسبت دموکراتیک در افغانستان و برادرای خودش یعنی طالبان تبریکی داد و جشن گرفت. حال حکومت ایران سیاست هماغوشی در آغوش کشی طالبان را در پیش داره. پس چه مشکلی بین رهبر طالبای زایدان با حکومت مرکزی ایران میتونه وجود داشته باشه؟ با ما خونوت یک نظام نسخه داد، گفت که بهترین نظام است و یک گروه تروریستی خوناشامه، گفت که افغانستان به سعادت میرسانه. حال خودش که حکومت ایران چه مشکل داره؟ در حالی که از هر نگاه وجه مشترک دارن، دست کم در مسئله طالبان، دست کم در مثلا هم گفته خودشان در مورد دین حنیف ابراهیمی. خب اینمی مولوی حاکمیت را که بر افغانستان تحت سیطره طالبان میخواهد بر ما، برای خودشان در زایدان نمیخواهد. چرا؟ شاید شما بگوین که خودشان کجا هستن؟ تو که او رقم اینه حکومت مرکزی ایران منضبط‌تر، قائم‌تر، اسلامی‌تر، طالب‌تر. چرا که از این دست مشتایخن است؟ ما شما مگر یاد ما نیست؟ وقتی که طالبا کابل گرفتن، مولوی امید گفت که ای حکومت به برکت شهدا و برکت آه مظلومون که بسیار این حال بالاخره شما در صراط مستقیم قرار گرفتین. یادتان است؟ این ما در یادتان میتونم. حالا چی میگه؟ حکومت ایران میگه هر حکومت در ایران باید ملی باشد. همه اقوام و مذاهب را در نظر بگیرد. دین باید فراجناهی و فراملی و فراقومی باشد. یک سال پیش که تروریسم آمد ایگه پا را نمیزد. آن اونم چیزی که به ما میخواست کم کم سر خودش تطبیق میشه صدایش برآمده. چی میگه؟ میگه یک قوم یک مذهب نمیتونه کشور اداره کنه. بنان نگاه حکومت نباید به دین و قومیت و زبان افراد باشه، بلکه به توانایی دانششان باشه. میبینین که درد ما را داره، درد افغانستانه. اما اوج فغانش برآمد، این طرف میگفت که چی میگفت؟ در سرطان 1400 اعلامیه طویلی داد. یادم چی گفت؟ سعی کنین پیروزی بزرگ و چشمگیر طالبان که نتیجه جهاد، شهادت و صبر در راه حق در مقابل اشغالگران متجاوز و دولت دست نشانده و ناکارآمد و غرق در فساد بود، برای امارت اسلامی، علمای بزرگوار و عموم ملت غیور و مجاهد افغانستان قابل تبریک و تهنیت است. مردم عزیز، این حال شما چی بین مولوی حمید و بین هیبت الله و بین یک قصاب طالب که فرزند افغانستان هم میگیره، مستخانهاش را جو کوب میکنه و در دریای کوبچه میندازه، پس چی است؟ تفاوت چی میبینید؟ باز چی؟ اینمی آدم صدایش در خود ایران برآمده، بر ضد حکومت مرکزی ایران میگه نگاهتان نباید امنیتی باشد. با ما سه که چی میگه؟ بر مردم افغانستان، مردم افغانستان سزاوار اینی تیگ حاکمیت میدانه و خودش برای حکومت ایران میگه که دین باید فراجناهی باشه، باید ملی باشه، اقوام و مذاهب چطور چکار. این چیزی که علمای پاکستان، علمای آیسای به افغانستان تجویز میکردن، نه برای خودشان. یک دفعه در پاکستان هم مصاحبه میکردم، هم در آستانه آمد آمد امریکایی بود در کویته، یک مولوی رو پرسان کردم که چرا شما جهاد میرین در افغانستان، اما اینجا در جهاد در پاکستان چرا نمیکنین؟ یه ملک فساد است. نشانش دادم اونجا یکوب آباد، گفتم اونجا امریکایی هست.
مرا گفت که دلتا هر چی خرابیگی، اگر ما جنگ کنیم هر چیزی خراب می شود. مرکز جهاد افغانستان است، آل ایام هم می رقم است. اینمی مولوی در 20 سال خبر نداشت که طالب از مدرسه تا شفاخانه، از هتل روسی تا دانشگاه را می زد، اما اون خون جاری می کرد. باز آل میگه که بدو ای پیروزی از فضل پروردگار است، حمایت مردمی است، آه و ناله مظلوم است، خانواده شهدا است. خب اینا مهم نیست، در هر جایی که هستن اینا از یک مادر زاده شدن، اما دینی زینیشان یکی است. چه نام ایرانی باشد، چه عرب باشد، چه سودانی باشد، چه هیچ، کلشان یکی هستن. این ملا کسی پرسانش بکنه که انسان افغانستان که در سراسر کشور قصابی میشد، مظلوم نبود، حقدار نبود، انسان نبود. خب دمو پیام خود برای جشن طالبا، جشن پیروزیشان گفته بود که هیچ نظام و قانون در دنیا به اندازه قانون خدا، یعنی قرآن عظیمشان که آخرین کتاب مقدس است، یعنی هیچ کس خبر نداره که آخرین کتاب مقدس است. این میرقم یک نوع شعوری با یک تبختر گپ میزنن، میگه به اندازه سنت و تعلیمات رسول اکرم ظرفیت ندارد. خب مگر ایران دارالاسلام نیست که تا اونجا علی از او تیغ کشیدی؟ چرا فقانت آل برآمده در برابر نظام 44 ساله اسلامی؟ تو خود تا یک سال پیش ما را به خاطر اسلام طالبی برای ما توصیه کردی، کارخانگی دادی، گفته خدا را هم شکر بکنین. میبینین مردم عزیز، طالب چه ساکن تهران، چه ساکن زابل، چه ساکن کابل، هیچ تفاوت نداره. مولوی حنیف باز دمو پیام خود اینقدر بیخی احساساتی شده که گپ افغانستان یادش رفته، به یک دم دست و ارشاد جهانی میزنه، میگه ظرفیت دین ابراهیمی در حقیقت ظرفیت اینمی دین است که متاسفانه جهانیان نسبت به این ظرفیت ناگاه و به اطلاع هستند. خیلی تو که با اطلاع هستی، اموج هستی، کلیت مثل وزیر تحصیلات عالی طالبا رو میپیچونی، تو چرا صدایت بلند شده؟ اینمی در حقیقت که میگه که نسبت به ظرفیت های دینی حنیف ابراهیمی جهان به اطلاع است، در حقیقت میخواه بگوی که آخوندهایی که در قدرت از در ایران بیخی از ظرفیت های دین به ناگاه هستن. خب بازور خودش جواب بده بر از اون. اما دم یک سال پیش در اطلاعیه خود که طالبا آمد امیدهای مردم افغانستان فروپاشان، ای چی میگه؟ میگه بنده به جهانیان اطمینان میدهم. سعی کنه از به عنوان یک وکیل طالبا که طالبان امروز طالبان 20 سال قبل نیستند. آنها تجربه کسب کردن و تغییرات در دیدگاه هایشان به وجود آمده است. آلی را از گلونش بگیر، کسی نیست که خود دست نمیده در برابر سوالات که امو طالبای 20 سال پیش به نسبت بهتر از طالبای امروز بود. آل شرورتر، ابلیستر و قصابتر آمدن. تو چطور به کدام صلاحیت به جهانیان اطمینان میدی؟ تو به جهانیان اطمینان نده، مردم افغانستان با شما مواجه است. باز میگه اگر ضعفای وجود داشته باشه قابل اصلاح هستن، تو خود اصلاح کن، یعنی طالب اصلاح کن. امیال من مطمئن هستم که از وضعیت طالب افغانستان بوی نمیبرین. این مولوی اینا یک انانیت دارن، انانیت کورشان میسازن. با دعوایش چیز میگه شناخت ما نسبت به طالب ها از بسیاری مردم دنیا بیشتر است. چی کاره؟ چطور؟ شناخت تو از طالب ها از ما میکده که مردم افغانستان هستیم بیشتر است، از آیس های کده بیشتر است، کل ساخته از امریکا کده. چرت میگی مولوی؟ چرت میگی؟ مثل کامل در برابر حکومت ایران استادستی. میگه که ما معتقد هستیم به طالبان باید فرصت داده شود و نباید به تبلیغات سوی یک طرفه توجه کرد و از این قبیل گپا. پس با طالب تهران امروز بم اتم میسازه، تیاره میسازه، تانک میسازه، موشک میسازه، زیردریایی میسازه، در 5 کشور غیر از ایران میشه جنگ میکنه. خود از او چرا سر ناسازگاری پیش گرفته؟ برای ما سوال است چرا یک طالب از دیگه طالب شکایت داره، اما یک طالب بدوی ترین نوع طالب به مردم افغانستان سازاوار میدن که این سر شما باید حکومت کنن.
خب تو که میگه اهل سنت ایران بخش بزرگ از جمعیت ایران است، جایگاه و سهمی در ارکان مختلف حکومت ندارن، تو غم خود خیلی چرا نمیخوری؟ چطور بر ما یک حاکمیت تروریستی را نسخه میدی که طالبا باشن؟ یعنی تو خودت صحیح مسجد نداری در جایی که هستی، هیچ نوع حقوق نداری، قراره که ما اطلاعات داریم و خودت هم میگی. پس چطور از یک گروه تروریستی تو با کدام صلاحیت خود حق میتی که سر 30 میلیون نفر رنگ دیده افغانستان یا حاکمیت بکنه که تو خوش باشی؟ ایره مولوی طالب زایدان باید جواب بده. حالا در مورد خود ایران چه میگه؟ میگه حال از ایران از نظر سیاسی و داخلی در بنبست است. خود تو چرا غم بنبست کشور خود نمیخوری؟ خود شما خودت میگی که بر رؤسای مختلف ایران رأی دادین، اما نگاهشان به شما امنیتی و نظامی است. چرا نگاهشان به شما امنیتی و نظامی است؟ اخراج دار از خود. مگر خلیلزاد نگفت که چند دفعه طالبا را گفت که مولوی عبدالحمید بسیار یک آدم بزرگ است، در ایران است، رهبر سنی است، برین امرای از او مشورت کنین، گپای از او را گوش کنین. خودت دلقی خلیلزاد نیستی؟ اگر رسما هم نیستی، گپایت نشان میده که هستی. یعنی ما اگر حکومت ایران باشم، نگاه ما با شما امنیتی میباشه. امنیتی نباشه خو ایران باد باد میشه. ببین مغربی، تو وحشت طالبا رو به مردم افغانستان روا و لازمی میدانی، اما با نگاه امنیتی حکومت خودتان مخالفت داری. اینا رو ما از کدام زاویه با تو بحث کنیم؟ و تو خودم مانده طالب میگی که ما به طالبا توصیه میکنم. راستی که خلیلزاد تو را ناقادر از نداده، میگه توصیه میکنم که مواظب مکر و نیرنگ دشمنان باشن، زیرا دشمنان جینی و انسی در کمین هستند. اینا ما خو یک دشمنان انسی خو بود، دشمنان جینیش هم از کمالات و کشفیات طالب ایرانی است. تو غم خودت چرا نمیخوری؟ ایران امروز بزرگترین قدرت منطقه ای است. 5 من کشور جنگ داره تا موج جنگ به تهران و زایدان نرسه. به خاطر شما دنیا را در خون داده. نه، اما طالب زایدانی به فکر میلیون ها مردم ستم دیده افغانستان نیست. گرسنه، شکست خورده، ناامید، که زیر چکمه های تروریسم همینطور چخپید شده روان است. نه، او میگه به شما خوب هستی، اما نگاه اسلام تهران بر از اینا میگه نه، به ما بعد از دبان بست هستیم، ما از او شکایت داره، با تروریسم غمخوریشی داره، اما که میگه مواظب دشمن های جینی و انسی باشه، اما با زد حکومت خودی تو چنگ مندازه. این چنگ انداختن ها عوامل داره، عواملش که ما تشریح میکنیم. زایدان یعنی بر ایران به اسطلاح میخواین یک اوکراین داخلی بسازن. کی نمیفهمه ایره؟ با وضوح قابل درک است. یعنی می سوال، چرا رهبر طالب زایدانی نسبت به نگاه امنیتی رژیم ایران انتقاد داره؟ یک رژیم، یک دولت نگاهش باید امنیتی باشه. نظام تروریستی، زنستیز و قصاب طالب به ما تبریک میگی، مگر به نگاه امنیتی حکومت خود گیر میدی؟ مردم عزیز، یک نگاه غلط دیگه هم این مولوی دارن، ایست که میگه هیچ کشوری در جهان پیشرفت نمیکنه اگر نگاه به مسائل امنیتی داشته باشه، این نگاهش به مسائل امنیتی باشه. این کاملا غلط است. دیگه یک کشور تا زمانی که نگاهش به مسائل امنیتی نباشه اصلا پیشرفت نمیکنه. اول نگاه امنیتی میباشه، بعد از اون دیگه عرصه فراخ میشه. حکومت مردمی که مسئله امنیتی رو فراموش میکنه با سرنوشت افغانستان، سوریه، عراق و لیبیا دچار میشه. بنابراین خلیلزاد خوب نفر پیدا کرده، اما او در افغانستان نیست، او در ایران است. او جانتان رو میکشن. او یک ریش سفید میگه نگاه امنیتی کشور با زانو در میاره، اقتصاد فلج میشه. نگاه امنیتی نظم میاره، انضباط میاره، قدرت
مردم به زور بازسازی میکنن. برعکس، خب ای که مثلا تمامی پست ها و مقامات از دست افراد نظامی است، مگر شما از سیاست منطقه و سیاست جهان نسبت به ایران خبر نداریم؟ یا خود از ایران شما نمیدانین؟ گپایی که میزنه مولوی گپای دیگر رقم است. پلیس نباید در خیابان دیده شود به سوری است. کی میگه؟ یعنی می استرالیا ما هستیم، پلیس در چهار طرف در خیابان دیده میشه، موتراش رفت آمد میکنه. میگه در کشورهایی که امنیت بالاست پلیس در خیابان نیست، برعکس در تمام جهان پلیس در خیابان دیده میشه، حاضر است. کدام کشور تو مثال میتی؟ ای گپایی را که از یادم ما شنیدم به خاطر ای برنامه و مردم عزیز مسئله را مطرح کردم که ما با یک نوع طالب مواجه نیستیم، با طالب پاکستانی، طالب افغانستان خواست، با طالب ایرانی هم مواجه هستیم، اما مشت از او هم در فرق ما شما میخوره. کمر طالب تروریست افغانستان را بسته میکنه که مردم افغانستان را منکوب کنه. ای که پای کال میزنه از تلقینات شبکه های تبلیغی است. این نگرانی های از نوع نگرانی های خلیلزاد است. متوجه هستین چی میگم؟ خلیلزاده که طالبه به جای نظام جمهوری آورد و تو مولوی امید از شادمانی در لباس خود نمی گنجیدی. یک پیام تبریکی همینطور توهین‌آمیز در حقیقت به مردم افغانستان نوشتی. 30,000 تروریست خوشحال کردی، قلب و روح 30 میلیون نفر رنجه و معذوب کردی. ما تو را با کدام نگاه به طرفت ببینیم و به سرنوشت شما علاقه داشته باشیم؟ ما تماشا میکنیم که نظامی که در تهران مستقر است مثل جمهوری ما ضعیف نیست که برا کلگی بگریزه. شاید بر اولین بار صابون و نظام در جان خود مولوی بخوره. تا برنامه بعد.